نامه نمایندگان کنگره آمریکا به باراک اوباما در محکومیت حضور احمدی نژاد در مقر ملل متحد 21 سپتامبر 2011. ما از گردهمایی ایرانیان در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک حمایت می‌کنیم و از دولت ایالات متحده می‌خواهیم با پایان بخشیدن به نامگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در کنار کسانی که علیه حکومت‌های خودکامه و دیکتاتور می‌جنگند بایستد. آقای رئیس جمهور، در حالی که تغییرات سیاسی عمیقی در خاورمیانه در شرف انجام است، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در این ماه برنامه دارد تا در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کند. در آنجا همانند سالهای پیش او از مسئولیت سیاسی استفاده خواهد کرد تا اصول و قواعد بین المللی را به سخره بگیرد، آن هم در حالی که در کشورش بیش از هر کشور دیگری بر روی کره خاکی هر ساله شمار بیشتری از افراد اعدام می شوند. برای حضور احمدی نژاد در خاک آمریکا، هزاران ایرانی مقیم آمریکا در مقابل مقر سازمان ملل در تاریخ 22 سپتامبر 2011 گرد خواهند آمد. این تظاهرات به جهان یادآوری خواهد کرد که در 3 دهه گذشته و مخصوصاً از قیام تابستان سال 2009-1388 به بعد، هر جا که احمدی نژاد را می‌بینند قاتل مردم ایران و تصویر یک رژیم نامشروع را می‌بینند. همین ماه پیش هزاران ایرانی در تظاهرات بزرگ مشابهی در مقابل وزارت خارجه آمریکا تمام جناح‌های رژیم ایران را محکوم کردند و خواستار دموکراسی بودند. آنها همچنین خواستار خروج سازمان مجاهدین از لیست وزارت خارجه آمریکا شدند و 95 تن از اعضای کنگره آمریکا با حمایت خود از قطعنامه شماره 60 مجلس نمایندگان قویاً از خواستانان حمایت می‌کنند. این نامگذاری طولانی مدت توسط رژیم ایران و مزدوران عراقیش مورد استفاده قرار گرفته تا اعضای سازمان مجاهدین را در عراق و ایران به قتل برسانند و هر صدای آزاده و مخالفی را در ایران خفه کنند. در ژوئیه امسال یک نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به اعضای کنگره آمریکا گفت این نامگذاری مانع بسیار بزرگی بر سر راه انتقال افراد از کمپ اشرف به کشورهای ثالث است. علاوه بر این، در جوان گذشته خرداد ماه یک هیئت 2 حزبی از نمایندگان کنگره آمریکا که برای بازدید از اشرف به عراق رفته بودند، نخست وزیر عراق نوری مالکی با استناد به همین نامگذاری مانع شد از کمپ اشرف بازدید کنند. ما از گردهمایی ایرانیان در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک حمایت می‌کنیم و از دولت ایالات متحده می‌خواهیم با پایان بخشیدن به نامگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در کنار کسانی که علیه حکومت‌های خودکامه و دیکتاتور می‌جنگند بایستد. با تشکر، نمایندگان کنگره آمریکا، قاضی تد پو، اد تاونز، دان لانگرن، تام مک‌کلینتاک، دنیز کاردوزا، مارشا بلکبرن، مایک کافمن، السی هستینگ، جودی چو، باب فیلنر، لوریتا سانچز.